بچه هارمونیکام مارکی سوزوکیه. آره. بهرام، آلبوم بهرام حالمو خوب کرد، خدا وکیلی. بعد از این اتفاقات ایران آلبوم بهرام یک اتفاق قشنگ بود. آن گفته بودن که شاید سورنام تو این آلبوم باشه، شاید میکنن دیگه. فکر نکنم سورنا دوست داشت این آلبوم باشه، چون حمایت کرد، یعنی یه چراغ سبزی نشون داد که آقا بیا با هم دیگه شمولن تینا عوضه کن فلفور. درود، من پدرامیت هستم و من مودیگل هستم و خوش مدید کاناله مشتاق پدرامیتو خدا آقا مرام. بریم آقا دیگه، بریم زیرت پیرت زیاد خب. نکنی بریم اولین ترک رو داشته باشیم، دو تا ترک میریم ازش دیگه. آره دیگه، اولیش که 1:43 است، دومی 3:57 ثانیه، رو هم دیگه یه عددی میشه. اصلا کاور رو ببینیم چیه این؟ کاور کار همسرشه فکر میکنم، تلفیق انسان و خوکه. آره با هم دیگه ادغام شدن. چقدر مریضه زنش، هم خفن ها. نه آره آفرین آفرین، فقط نمیدونم چرا پهلوی رو ببین، پهلوی رو شروع کرد کوبیدن اعصابم ریخت به هم. رفتی توی یه دونه کشور پادشاهی، پادشاهی رو نکوب. تازه ایران اون موقعی که ایران پادشاهی بود، حالا من مشروطه خواه نیستم، من جمهوری خواهم، ولی اون موقعی که ایران پادشاهی داشت مثلا دنیا نبود. بریم که داشته باشیم اولین ترک. وای پلی کن. لامینا گام لامینور همین مطمئن بودم همینجوری شروع میشه. تصوری که تو ذهنم بود گفتم یه صدایی دیدی مثلا چه فیلمای دریایی هست، مثلا میرن توی دریای موجود خیلی ترسناک، من چه صدایی میتونی رو اون فیلم بذاری. فواصل فاصله که بین هم نزدیکه، نیم پرده یه پرده که دو نوت نزدیک به همه رفت و برگشت رو میاد، یه حس مرموزی و حس دارکی به آدم میده. این فاصله اینو یادتون باشه، میخواین این موزیکتون دارک باشه، رو دو تا نوتی که بغل همه رفت و برگشت داشته باشید حس عجیبی میده، مخصوصا نیم پرده. خب امیدوارم چیزمون نکنه مثلا توش هیچ حرفی نزنه، مثلا اون ترکش بود 7 دقیقه هیچی نگفته بود و ما هی منتظر نشستیم. برو ببینیم حالا. تو یکی از این اتاقای تاریک ذهنت یه خودی نشسته که نمیخوای بدونی هست. تو یکی از این اتاقای تاریک ذهنت یه خودی هست که نمیخوای بدونی هست. آره. یعنی نه این که ندونی، آره نمیخوای بدونی هست. آره. منکرش میشی. خب دقیقا اون نیمه تاریک وجودمون که میگه اصلا نه همچین چیزی نباشه. یه سریالی بود به اسم سریال یو، این راجبه یه پسری که عاشق دخترها میشه و اینا رو میکشه. بعد انقدر این فیلمو خوب درست کردن که تو بعضی وقتا به اون آدم حق میدی و پشبات میرزه که میگی یعنی فکر منم مثل اون قاتل است. یعنی یعنی میگی دمش گرم. بیرون آروم و پشت پلکت نگاه میکنه با دقت به جسم خوابیدت، جنس بدنش از سایه است، رو گردن بندش تیکه شکسته ی آینه است در حال تابیدن. تا یه کمی میگه چیکو ازت میاد بیرون وقتی خوابیده نگات میکنه پشت همون پلکت، همون خدا رو میگه که تو نمیخوای. بعد میگه روی گردن بندش یک آینه ای که میتابه شکسته در حال تابیدن. خب تا اینجا تابیدن، تا یه کمی نزدیک میشه بهت، میزنی قلب تنگار داری رو تو میکنی به سمت تاریکتر، همه تو این قضیه میزنی تا میاد سمت میزنی قلب به روی تار. آره، که نبینیش انگار رو به تاریکی میچرخی.
یکی از همیارا گفته تو رو خدا درست تحلیل کنید. من انداخت توی یه حسی بهم داده که نه من الان باید درست تحلیل کنم. بچه‌ها اولا که تو ریاکشن اولین بار خدا وکیلی سخته، برای تحلیل کردن تو نیاز داری اون کارو 5 بار 10 بار گوش بدی، نه حالا موزیک هر چیزی رو که می‌خوای تحلیل و بررسی کنی باید ساعت‌ها بهش وقت صرف کنی براش. مثلا ترکای بهرام و سورانا، بهرام بعد مثلا اولین بار من اون پیانوه داره بهم حال میده. یعنی انقدر من باید گوش بدم که دیگه اون پیانوه بهم حال نده که دقیق فوکسم روی شعر باشه. مثلا ترک از طبقه سوم میپرید پایین هر کدومی داستانشون، مثلا من باید چند بار مثلا 5 بار 10 بار گوش کردم تازه فهمیدم هی باز میشه واسه خود بچه ها حق نه، البته میدونن که خودشون هم همینجوره، همه آدم ها همینجوره. اصلا ریاکشن یه جوری واکنشه، خیلی روی چیز نباشین، تحلیل گیر ندید، میخوای خودتو قانع کنی. تو این قضیه‌ن یه خودی تو ذهن بقیه‌ن، انتخاب میکنن ببیننت یا که نه، ولی من تو تاریکی نشستم خیره به آینه، تو دستم از تیرگی سایه ها تنم سر تصویر من. تا اینجا من نفهمیدم چی گفت، ولی من نشستم خیره به آینه. دمون تنیش نزاسه برام صداش لعنتی، تصویرم من مرد نشستم منتظرتم، سایه ها رو سیاهن آینه ها مکمل هم، سایه ها رو سیاهن آینه ها مکمل هم. راجب آینه ها میدونستی اگه مثلا یه مدتی بشینی مثلا چند دقیقه جلوی آینه به چشای خودت همینجوری بی حسول بزنی شروع میکنی ترسیدن از خودت؟ این بار این کار رو میکنم، تو حالا این کار نکردم، من تو آینه یه اینجوری میکنم میرم تموم شد. چه چیز جالبی گفتی. آینمو میگیرم میزنم تنها به دل شب که تو تاریکی وجودم بشه حل. آینمو میگیرم تنها میزنم به دل شب تا آیم چی؟ که تو تاریکی وجودم بشه حل، که تو تاریکی وجودم بشه حل. خیلی تأثیر بذار این آینه هم سنگر من تو این مبارزه است، تصویرم مجنون زهراگین حس و حادثه است، این آینه است که میزنم به استناد شرف، مهمترین خلق انسان بعد از اختراع چرخ. آه مهمترین راست میگه، آینه مهمترین اختراع از نظر برام نیست، مهمترین که نمیتونه مهمترین اختراع باشه، چون البته این تمثیلش به آینه همون آینه ای نیستش که ما داریم میگی، این داره فکر میکنم مواجه شدن با خودتو میگه. آره دیگه، که سخت‌ترین کار و مهمترین کاره. آره که تو با خودت بتونی مواجه بشی. بچه راجب چیز گفت، راجب چرخ گفت، یه نکته ای من بهتون بگم که آمارشو داشته باشید. ببینید تمام چیزهایی که تو دنیا اتفاق افتاده توسط بشر، توسط انسان، بهرام و سیگارو، تمام اتفاقاتی که توسط انسان اتفاق افتاده، از اختراع بگیر، کشفیات بگیر، دین ها، هر چیزی که به وجود اومده، ما 3 مرحله داریم: رویا، ذهن و فیزیکال کردن. یعنی چی؟ یعنی انسان اول رویای پرواز داشت، رویا میده که آه پرواز کنم، بعد کم کم اومد تو ذهنش این رویا که خوابشو میدید که پرواز میکنه و این ور اون ور، رویا بود دیگه. بعد اومد تو ذهنش که خب این چجوری من پرواز میتونم بکنم، و به واسطه ایمان اون ذهنیتو که بخواد پرواز کنه میاره تو فیزیک. آها تو ذهنش میگه آها بال داشته باشه، یه چرخی، یه بادی بیاد، فلان بشه، که برادران رایت اولین بار این کارو کردن. برادران رایت چرا میگم ایمان؟ چون ایمان خیلی مهمه. روزی که برادران رایت داشتن هواپیما رو اختراع میکردن، همه بهشون میگن آسمان دارن هواپیما میگن باشه شما میرید هوا، ولی اونا ایمان داشتن، میدونستن که میتونن برن هوا، و امکاناتی هم نداشتن، ثروتی نداشتن، فقط دو تا برادر بودن، دو چرخه ساز بودن دیگه. امکانات اولیه، اولین چیزی که درست کردن، چه میدونم حالا عددش تو ذهنم نیست، مثلا 100 متر رو هوا بود، همه پشمشون ریخت. پس چی؟ رویا، ذهن، ایمان که تو این ذهن اتفاق میفته. بعد ذهن قسمت مهم این داستانه ها، که نیروی تاریکی رو ذهن شما تأثیر میذاره، توسط موزیک، توسط فیلم ها، توسط موزیک، حالا صدای سابلیمینال یا بازی هایی که انجام میشه، میخواد ذهنت درگیر کنه، و حتی ذهن رو از طریق یه سری فرکانس ها میشه تحت تصرف خودت در آورد. بنابراین اون ایمان و ذهن خیلی باید یه گپنوش بریم، چون
تو یه دونه مثلا الان بخوام حرفشو بزنم نمیتونم تو دو دقیقه بگم، میخوام یه حجم انقدی هست میخوام توضیح بدم، بعد هر جاشو دست میدم میبینم اوه کلی باید باز کنم. بنابراین در همین حد بدونید ایمان ذهن فیزیکال میریم جلو، اتفاقات خوبی میفته تو قلب. من که رویا رو یه چیزی فهمیدم، میگفتش که رویا رو به هیچ کس نگین، حتی به مادرتون، حتی به بهترین دوستتون، میگفت چون اون چیزی که توی ذهن شما اومده، حالا کائنات، خدا، خود درونتونه، هر چیزی که هست به تو نشون داده، به بقیه اونو نشون نداده و نمیتونن درکش کنن، واسه همیشه مسخره بیاد به نظرشون و تو رو سرد کنن. آره. تو رو ناامید کنن از اون چیزی که به تو نشون داده شده. و میگن تو قرن 21 دیگه رویا مهم میشه، یعنی میکروچیپایی که وصل میشه روی مغز، تو کافی فقط رویا ببینی، دیگه لازم نیست اصلا مرحله ذهن و فیزیک انتوان میشه، فقط رویا، که حالا بعدا بهش میپردازیم. برو. انسان بعد از اختراع چرخ با کلید این کلمه ها و میشن قفلا، ذهن بزرگ میخواد تصمیم کبرا بین این همه. ببین ذهن بزرگ میخواد تصمیم کبرا. تصمیم کبرا چی بود؟ چی بود؟ خدا یادم نمیاد. تصمیم کبرا یادم نمیاد. من فیلم کبرا یادم اومد. نه تصمیم کبرا یه دونه درس بود تو کتابای درسی. فکر می‌کنم منظورش یعنی یه تصمیم خیلی بزرگ و یه اتفاق بزرگ رو رقم زدن باشه. ببین همین حرف ذهن رو میگه. تصمیم بزرگ ذهن بزرگ میخواد، یعنی همه چیز به ذهن برمیگرده. شما اگر میخواین ایران آزاد بشه، اول باید تو ذهن، اول رویاشو داشته باشید، بعد تو ذهنتون تجسم همه چی اوکیه، کنسرت بهرام، شاهین نجفی دارید میرید مثلا توی تهران کنسرت شاهین نجفی پارتی کردید. آزاد میشه. آره ذهن بزرگ داشته اینه که محدودیت نداشته باشه ذهنتون، نگید نه بابا فلان چیز نمیشه، همه چیز واقعا امکان پذیره. آره ببین ما چند تا کالبد داریم، سه تای مهمش رو میخوام بهتون بگم، کالبد فیزیک، کالبد ذهن، کالبد روح. نیروی تاریکی به کالبد روح اصلا نمیتونه دسترسی داشته باشه، تخمش هم نمیتونه بخوره. کالبد فیزیک رو میتونه دسترسی داشته باشه و ذهن رو. بعد فهمیدن که آقا رو فیزیک هم باز خیلی تأثیر نداره، کالبد ذهن است که میتونن هم فیزیک رو تأثیر بزنن هم اون روحه رو بزنن انتوان بکنن. چون ارتباط کالبد روح با کالبد فیزیک همین ذهنه، مثل یک دستگاهی میمونه کالبد ذهن که روح به اون وصل میشه، ما هم کالبد فیزیکمون هم به ذهن وصل میشه که اونجا پردازش میشه، اطلاعات رفت منتقل میشه از روح به جسم، از جسم به روح. بنابراین نیروی تاریکی فهمیده که این ذهن مهمه که باید باش. و مدیتیشن بهترین راهشه، خلاصه این مطلب مدیتیشن بهترین راهشه. بین این همه رفیق و غریب و گمراه، ذهنتو پیدا کن تو اجتماع خودها، ذهنتو پیدا کن تو اجتماع خودها، پیدا کن تو اجتماع خودها. او چه اندینگ خوبی داره، خوب بست سرش اجتماع خودها، اندینگش هم که تمام. خب ترک یک خوب بود برای شروع، اوکی بود، یه چک محکم نبود، ولی خب چیزای خوبی از این آلبومش بشه یاد گرفت. ببین این آلبومشو خوب موقعی داده بعد از این درگیری ها و توی بلبشو ایران، و میدونی که ایران آبستن یک تغییر بزرگه، بخوایم نخوایم این تغییر داره اتفاق میفته و قسمتیش افتاده. وقتی که تو ایران میبینی همه بی اجابت، اصلا به قول تو یه سال قبل پارسال همین موقع میگفتی آقا سال بعد همه بی حجاب میشن، حالا همه که نه، شرط ایران اینجوری میشه، همه بهت میخندن، میگفتم اولین بار مردم اومدن برای حمایت از زنها، اون هیچی مقنعه سرشون کردن. آره. کلی دکتر و مهندس و فلانه که مثلا نشون بدن این چقدر مسخره است، مثلا آره. اگه اجباری باشه مثلا. آره. و این خیلی حرکت خفنیه، یعنی اون نبود تا حالا واقعا هم چیزی نشده بود. چما چقدر خب بریم ترک بعدی دیده. آره بریم ترک بعدی کجا؟ 100% چون ما تا آلبوم تموم کنیم میره تا سال بعد. چند تا ترک؟ زیاده، 12 تا. آره 12 تا. خب ترک دو اسمش چیه؟ نادیده دو تا ای داره. آه. نادیده که جفت ندیده و نادیده جفتش در من یه معنی میده دیگه. نه ندیده و نادیده معنیش متفاوته. ندیده چیزی که دیده نشده، نادیده چیزی که مورد توجه قرار نگرفته، یعنی نادیده گرفته شده، یعنی اهمیت نداره یه همچین چیزی نادیده گرفتن. خب you
این صدای قدم زدنه و دره و فلان اینا تو آلبوم قبلیش هم بود، توی آلبوم اشتباه خوبم بود. وای چقدر دالبیه، صدا از این بر رفت اون بر. بعد صدای زنجیر رو فهمیدی در زندان بود که صدای زنجیرم می اومد، یعنی یکی رفت در یه در آهنی بود، صدای در آهنی بود سنگین باز شد و صدای زنجیر. فضا سازی هاش یه تونه باشه خدا بکنه، قشنگ فیلم درست میکنه لامصب. آره 40 ثانیه اول یعنی همین. پرود بای اشکان موسوی، آفرین آقای موسوی، لذت بردیم از همین 40 ثانیه اول، لذت بردیم. خیلی وقت بود ما هم سیخ نشده بود، با هم دیگه سیخ شد. یعنی این شیش هفت ماه اخیر من خیلی هیچ ترکی نمیتونست تاثیر بذاره خیلی روم. این آلبومه آقا بهرام فکر میکنم صدای گلوله و اسلحه میاد داره، فکر میکنم وسایل شکنجه هم میتونه باشه. آره شاید. بعد این صدا از بوم تو فیلم های هالیوودی موقعی که مثلا میخواد سونامی بشه یه اتفاق بزرگی بیفته. آفرین درست گفتی، شکنجه داره شکنجه میشه طرف. بوق ممتد یعنی مرد. بیهوشم درد میجوشه تو خونم، میل به بودن سلولم سرد، تنمو با سرما سوزوندن تا ریکی کورم کرد، اما تنهایی صبورم کرد. وای یکی کورم کرد، میسوزنن بدنمو با سر. میدونی که سرما هم سوزش میاره، یعنی میتونه بدنت با سرما هم بسوزه نه فقط با گرما. آره اتفاقا میگم که بچه داشت تعریف میکرد یکی رو گرفته بودن و اینا، خیلی بیشرف اینه. و تو فیلماشون نشون دادن چقدر پلیس ها نایسن و میخوان اعتراف بگیرن بگو چی شده اینجوری. هم میگفت بابا آب یخ میریختن رومون، با شلنگ میزدن، با پوتین میومد. توی فیلم چیز رو میگه، فیلم سریال چی؟ پوستشی. اصلا آقایی چی خیلی معدد، خیلی این چیزش ما شاپور یه حالا اونایی که رفتم میدونه یه فضای بزرگ مثل یه پارک بزرگه، ساختمون ساختمون داره، یه عکس صداهایی میاد یکی داد پشمامون ریخته بود و آقاییه. بعد تو فیلماش اعتراف کن دیگه دوباره از اول. بعد چیزا چجوری هم مجرما ببین ماه یه جیری مثلا طلبکار ببین جمع کنید خواستونه با دروغ با. تنهایی صبورم کرد، هم گس هم شورم، تلخ نرفا تا تو قید بمونم. من ساکن شهر صدام بی سهم، من ساکن شهر صدام. وای خیلی موزیک خیلی سفنه. واقعا که من ساکن شهر صدام، واقعا شهر صدا رو داره درست میکنه واسه. آره. که بدون تصویر تو میتونی ببینی اون صحنه رو. خیلی خفنه، اگر که یکی باشه بتونی اینا رو قشنگ تصویر تو صبح تو داری از کادر خارج میشی. عشقم خورم و بیام بالا احساس. آره بالاست بالا. بعد تاریکی رو گفت دیدی چجی گفت تا ریکی یادانی اون وقفه بین تاریکی شد دوست داشتم. تو صدام بی سهمم از اسم و صورت، میتابه پنجر ماه روی جای شلاق رو شونم، حتی اگه یک روزی بخوام که بیرون باشم نمیتونم. این صدای واو 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 خیلی بک صدای اون افیکس ها تایش رو دوست دارم. حتی اگه یک روزی بخوام که بیرون باشم نمیتونم، فرو رفتم و زمزمه هام همه فقط شدن اسباب کدورت. منم لذت
این منی که میگه کیه؟ میگه من نه صورت دارم نه اسمی دارم. همون کسی که زندانی شده دیگه. آها. جای شلاق رو شونم و بخوام یه روز برم بیرونم انگار نمیتونم. شاید زندانیایی که خیلی خیلی مثلا توماج معروف الان میدونیم زندانی هم هی کمپین را میندازن، ولی خب خیلی از زندانی ها مثلا کسی نمیشناستشون یا مثلا اصلا پدر مادری نداره یا خانواده ای نداره که پیگیر کاراش بشن. که بیرون باشم نمیتونم، فرو رفتم و زمزمه هام همه فقط شدن اسباب کدورت، منم لذت بردم از این رفتم روی اعصاب حکومت. درست گفتیم، رفتم روی اعصاب حکومت. معترضینی رو میگه که زمزمه هام باعث کدورتشون شده، میگه زمزمه هام شده باعث کدورت. کدورت حالا بین خود مردم هم میتونه باشه، یعنی مثلا میام یه حرفی حقی رو میزنم که آقا این مشکل داره اینجا ایراد داره، یه سری ها میام میزننت که نه مثلا چه حقی داری به فلان مثلا. آره دیگه بابا اولش من هم یه استوری گذاشتم از آقای حامد اسماعیلیون، این آدم برگشت گفتش که من اصلا سیاسی نیستم که بخوام، یعنی این لفظو گفت من اصلا سیاسی نیستم. من استوری گذاشتم آقای اسماعیلیون شما خودت خانومت و بچه تازه هنوز نیومده بود تو این اصلا قشنگ اوایلش بود، به خاطر همین سیاست فوت کرد. شما چجوری میتونی بگی من آدم سیاسی نیستم یا اهل سیاست نیستم؟ اصلا هم دروغ داشت میگفت همچین اصلا معلوم شد از تخم ترکه مجاهدین خلق دیدی اومد گفتش که از مجاهدین خلق باید دادخواهی بشه، کسی که از مجاهدین خلق مردن. بابا خود مجاهدین خلق این همه آدم کشتن، اصلا این حکومتی که الان اومده سر کار 50% 60% گردن مجاهدین خلق، اونا اصلی مسئله داشتن چریک بودن زدن حکومت قبلی رو نابود کردن که این حکومت بیاد سر کار. بعد هم اومدن گفتن که نه این چه وضعشه، تو چه حقی داری بخوای مثلا فلان چیزو بگی، اتحادو به هم نزن. آفرین، این چه اتحادیه که یه حرومزاده تو کار باشه. منم لذت بردم از این رفتم روی اعصاب حکومت، قاضی و مردم تو کمین، قانون شده ابزار خشونت، تظنیمه تاریک قانون شده ابزار خشونت. خیلی از این بسیجی رو میگن که مثلا تذکر میدن، میگن قانونه حجاب، قانون مملکت. آقا شاید قانون یه مملکت این باشه که مثلا تو خیابون همه رو انگوش بکنه، خب قانونی که رو موقعه رو باید برینی توش دیگه. بردهداری هم یه زمانی قانون بوده، نمیدونم کنیزداری هم قانون بوده، چه میدونم قربانی کردن انسان ها هم یه زمانی توی حکومت هایی قانون بوده. خب این قانون نمیشه. بقیه یه بنده خدا یه سوال خوبی پرسید، اون میگفت نمیدونم چرا امر به معروف و نهی از منکر فقط در مورد حجاب به کار میبره، شما اصلا نمیشنوی یه کسی که داره اختلاس میکنه بری امر به معروفش بکنی، یا یه کسی که داره از مثلا ماشین اداره استفاده شخصی میکنه کسی نمیره اونو امر به معروف و نهی از منکر بکنه، فقط راجع به حجاب امر به معروف داره، بقیه چیزا مهم نیست، فقط اون. واقعا اصلا خیلی هاشون میرن آدمای بیماری هن که بتونن عقده هاشون رو تخلیه کنن رو مردم. این اجازه بهشون داده بشه که با اون خشونت اعمال کردن. آخه تو قانون میخوای اعمال کنی نیازی نیست اونو بزنی فلان کنی شکنجه کنی، اصلا قانون نباید به این چیزا کار داشته باشه. یکی از دلایلی که دزدی و خفگیری و این چیزا زیاد شده به خاطر اینکه مسئولیت نیروی انتظامی شده گیر دادن به این که تو با کی نسبت داری نداری، پوشش داری پوشش نداری، در صورتی که پلیس تمام دنیا حواسش باید به این باشه که کسی جیبتو نزنه، کسی به تعرض نکنه، کسی آزار جنسی جسمی روانی بهت نده. ولی تو ایران پلیس اولین مسئولیتش چیه؟ حجاب. دومین مسئولیتش چیه؟ رابطه ها چجوریه؟ سومین مسئولیتش چیه؟ کسی مشروب نخوره. چهارم هم یعنی چیزای اصل کاریش میره اون ته ته که دیگه بهش رسیدگی نمیشه. مثلا معنی که یکی میافتاد تو خیابون دنبالم نمیتونستم از اون یارو شکایت کنم، میگفت تو چرا حجاب تو درست نکردی که اون بیفته دنبالم. حالا دنبال. یارو میخواد آقا به من تجاوز کنه، باید بگیرینش. دیگه قانون وقتی یکیریه باید برینی توش دیگه. ابزار خشونت تظنیمه تاریک زمین میزنه بیرون چرک و عفونت، نادیده رو نادیده میگیرن تا وقتی که میکنه تو ذهن سکونت. ولی حساب نادیده رو نادیده میگیرن، چیزی که بهش توجه نمیشه رو اصلا بهش توجه نمیکنن که تا تو ذهن بشه حتی زنده بودن تو قافیه بدون کافیه بدون اینو تا دور پر
به حرف شده هان، حتی زنده موندن تو کافیه بدون اگه کسی این برا ندیدتت، به این معنی نیست که مرده حقیقتت، به این معنی نیست که نمیگه که کاش بازی وقت تا نفست مقاومت زنده بمونی بس. چه فلوی خوبیه، تا 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 خوب میگه. یه صدای اون پشت میگه خیلی باله. کار قشنگه. فکر نکن فراموش شدی مثلا مهم نیستی، همین که تو هستی کافیه. بچه‌ها یه خوردن به توماش توجه کنید این وسط، مثلا یه پستی بذارید، حرفی بزنید. نه فقط توماش، خیلی از زندانیای سیاسی که آره. واقعا بیچارا آره. حالا باز مثلا میگیم توماش معروفشون بود پدی آره. خیلی‌ها رو به قول تو اصلا حتی هیچ اسمشون رو نمیدونه. نمیدونه. حتی میگم خانواده حالا مثلا چه نویه رو مادرش مثل همون بنده خدایی که مادرش مرده و پدرش مرده که عزیزی آه. نداره که پیگیره کارش بشه. یکی از همین خبرنگارا هنوز خانومی هست که حالا شوهرش مثلا توییت میذاره، مثلا رفتم دیدمش فلان، چند ماه هنوز تو زندانه فقط به خاطر اینکه یعنی کار سیاسی نکرده، خبرنگار بوده، کار وظیفه‌ش رو درست انجام داده. مقاومت زنده بمونی بسه، یه روزی باز میشه میله ها، شاخک و بال میزنه بیرون پیله ها، هرچند که دست نیافتنی یه رویا، اما هر کد جهت میخواد و ایده آدلی کم کم عوض میشه، مسیر راه میزنی پرسه تو شب رها به زیر ماه بدونش. میگه یه روز بالاخره پیله ها میشکنه، شاخک ها میزنه بیرون، شاخک ها بزنه بیرون، آگاهی، منظورش از شاخک همون آگاهیه، شاخک ها بالا باز میشه، شنبول میشه، میله ها عبه این میره. نیگه رویا اما حرکت جهت میخواد و ایده آدلی کم کم عوض میشه، مسیر راه میزنی پرسه تو شب رها به زیر ماه بدون شک، تشتگه میکنی زیر پاتونا که شکنجه کردن بیت دفاع. آه میگه بالاخره زیر پات له میشن اون کسایی که تو رو شکنجه کردن بیدفاع. آره همینه، میکنی زیر پاتونا که شکنجه کردن بیت دفاع، نفس بکش هاشو برگرد درده بودن و دوباره حس کن، بعد رشد بیتو دیدی چقدر قشنگ رشد داشت، چقدر قشنگ هی داره اجزا بهش اضافه میشه و هی جون میگیره، پاشو نفس بکش، امیدوار میشه، موزیک داره حرکتی میشه، یعنی اولش موزیک خیلی بت بود، بعد کم کم هی اومد بالا، هی اومد بالا. قسمت ببین میخوام بهت بگم که چقدر موازی بیت و شعر با هم، چقدر تو یک راستا با هم دیگه داره میره جلو. آفرین به این تیم. میگه فقط تو میتونی بشکنی تلسمو به انتقام، حتی اگه به انتقام فکر کنی، یعنی بالاخره پاشو نفس بکش، پاشو یه کاری بکنی. واقعا باید بعضی وقتا انتقام گرفت. آره باید آمار یه سریا رو در آورد و به وقت مناسب شنبولشون کرد، اون شنبول رو دیگه خودتون هرچی دوست داری بذار جاش. میگه پاشو درد بودن رو دوباره حس کن، بودن میگه درده. آره واقعا درد بودن رو دوباره حس کن. واقعا زندگی رنج دیگه. آره البته فقط رنج نیست، زندگی یک رنج و لذت دیگه، رنج گشنگی، لذت سیری، رنج نمیدونم سرما، لذت گرما، همینجوری هی رنج و لذت. آره منظور من رنج اون این زندگی واسه روحمون یه رنج، یعنی به نظر من این دنیا جهنم ماست، میگم میریم جهنم، به نظر من همین دنیا جهنم، چون اینجوری گیر کردیم اینجا، هی میمیریم به دنیا میایم، سکس میکنیم، جفتگیری میکنیم، غذا میخوریم، میرینیم، میمیریم دوباره، میرینیم. واقعا همینه. آره آره یه جوری به نظر من خیلی چی میگن آزاردهنده است، خیلی کمه، خیلی کوچیکه این داستان. آره، بودن درده. تلسمو بعد دو بار تا اینجا این کراس رو گذاشته ته، دو بار پشت سر هم گفته که اهمیت این موضوع رو بدونی که پاشو نفس بکش، این نفس بکشه منظورش ادامه دادن راه مبارزه است. یعنی یه جورایی من این آهنگو به خودم گرفتم، قطعا نکنم، چون من
میشه گفت یه ماهیه که شل کردم، کار میکنم ولی مثل قدیم خفن نیستم برای مبارزه، که الان به من یه حس پاش نفس بکشو داد جمهوری اسلامی که اونت پرست. بعد میدونستید که خود مسیحی ها میگن که مسیح تو ایران دوباره حکم فرما میشه، یعنی اگر برگرده تو ایلام دوباره فرمان رواییش تو ایلام اتفاق میفته. اینو خود مسیحی ها میگن. بعد خود پیشگوهاشون باز میگن که ایران امپراتوری دموکراسی توش رقم میخوره. اینو فقط من نمیگم، برید کتابا رو بخونید، خودشون دارن میگن. بعد فکر میکنی چرا اینقدر تاریکی تو ایران و این منطقه زیاد شده؟ به خاطر اینکه اونا هم میدونن داستان چیه. ولی خب میشه، درست میشه، فقط اینکه باید پاشیم نفس بکشیم کونشون رو پاره کنیم. فقط تو میتونی بشکنی. ریاکشن رفتن ما به بهرام، آقام بهرام، کونشون رو باید پاره کنیم. او سکوته یهو یه سکوت، فکر من گفتم صدای قشنگ به تصویر میخوره، این الان داره تکون میخوره، موزیک واسه اینه قشنگ. کاش انیمیشن میکردی که این کارا رو، یعنی کسی که توانایش داره انیمیشن میکرد عالی میشد. وای آقا اشکان موسوی جان پاره کردی، عجب بیت خری زدی. اون تیکه آخرش هنرنمایی آقای اشکان سولو بود، سولو بود، آره هنرنمایی بیتسم بود و همون تیکه‌ای که پاشو نفس بکشه دوبار خون، دفعه سومش رو گذاشت تو موزیک رو برات پیدا کرد که تو بتونی باهاش بخونی. پاشو نفس بکش. همچنون صدای چیزا داریم اتفاقه. بعد یه پرکاشن عجیبی کلا صدایی که توش استفاده کرده خیلی عجیب. ببین صدای پرکاشن رو میده توی سینتی سایزر، مثلا اون صدایی که حالا مثلا بینگو بانگو که میزنی دوپ بهش چیز میده، افکت میده، اون صدا مثلا میگه گاول بلبل یه همچی جوری میشه. خیلی علم صدا، خیلی علم عجیب و خفنیه. بوم ممتده من اصلا روانی داره میکنه آدم. وای دوباره ماهی ترم سیخ شد، پاشد نفس، یعنی اون بوق ممتده دوباره زنده شد، پاشد نفس کشید. آره کله بابا شما دیگه کی هستی؟ من هنوز موی تنم سیخی نمیدونم تو دور میشه. خیلی قشنگ بود. قشنگ عزیزم واسه چند ثانیه اولش بود. لرز کردم پدرو، باورت نمیشه موهای تمام هنوز سیخه. یه دونه گافوری پلی کنیم بشوره ببره اینو. دیسه کنم بودی. خیلی خوب بود این فیلم بود لعنتی، انگاه یه فیلم یه ساعته نگاه کردی. آقا معروضیه واقعا نمشکرم، خیلی اصلا خفن این آدم. خوش باحال طرفداراش، خوش باحالش کسایی که طرفدار بهرامن، واقعا کردیتشون بالاست. یعنی کسی که میگه من بهرام بازم، سطح لیبلشو نشون میده. خیلی خوب بود بهرام ها خوبن. یه بهرام دیگه هم بود کاره چیز میده چون بهرام چی بود؟ بهرام جی وا. بهرام ها گلن خفن هم نگم. بهرام جی یا بهرام جی؟ بهرام جی فکر کنم. عالی بود بهرام جی، حسن نوزن. اون یه بچه مایه‌ای بود که گذاشت رفت جزیره گوا، شروع کردن موزیکاش گوش بده، موزیک خفن بود. ویو بالا اصلا، خیلی از ایرانی‌ها فکر کنم نمی‌شناسن ولی خب ملت خیلی معروفه. مرسی که با من بودید. آلبوم میریم خدایی تو رو خدا بذار نشون بدم پشمام ریخته. نه نمیخواد. قبول دارم بچه‌ها، میخوای یه کوچیک گوشه‌شو نشون. نه دستت درم. خیلی خوب بچه ساب یادتون نره، سابا بزن تو کمه یه لایک رو تا بریم ترکی بعدی. سابا نزنی نمیریم ترکی بعدی رو بزن. همین گرد.